triumph of democracy and tolerance in Iraq, in Afghanistan, and beyond. رئیس جمهور آمریکا بدیهانه ادعا میکنه که رسالت گسترش دموکراسی در دنیا و در خاورمیانه بر دوش او سنگینی میکنه. قدم آمریکایی‌ها قدم نامبارکی است. هر جا آمریکایی‌ها پا گذاشتن، یا جنگ شد، یا برادرکشی شد، یا فتنه شد، یا استثمار شد، استعمار شد، تحقیر شد، قدم آمریکایی‌ها قدم نامبارکی است. اینها با وعده دموکراسی و آزادی و حقوق بشر وارد افغانستان شدند و وارد عراق شدند. امروز بعد از گذشت چند سال وضعیت این دو کشور به جوری است که هیچ ملتی آرزو نمی‌کند چنین وضعیتی داشته باشد. ناامنی، عقب افتادگی، فقر، تسلط روزافزون قدرت‌های استکباری. آمریکا یک مستکبر به تمام معناست. در جنگ بین‌الملل دوم بعد از آنی که ژاپن رو شکست دادن، پایگاه در اونجا درست کردن. هنوز پایگاه آمریکایی در ژاپن هست. ژاپنی‌ها با این همه پیشرفت‌های علمی هنوز نتوانستند پایگاه آمریکا رو در ژاپن جمع کنن. اونجا پایگاه داره، پایگاه نظامی داره، به مردم ظلم میکنن، اذیت هم میکنن. تو روزنامه هام آمد، خبرگزاری هام گفتن، تجاوز به نوامیس، کارهای خلاف دیگه، اما هست اونجا. ژاپن پیشرفت علمی خودش رو به کمک آمریکا و غرب به دست نیاورد. ژاپنی ها ملت سخت کوشی بودن، خودشون رو پیش بردن، غرب کمکی نکرد. ترکیه کشوری بود که روابط خوبی با آمریکا داشت. گفت متحد منطقه‌ای آمریکاست. حتی با ترکیه هم حاضر نیستن، چون یک گرایش اسلامی اونجا وجود دارد. با اسلام مخالفن، با گرایش اسلامی مخالفن. ملت ایران حتما پیشرفت میکنه، اما بدون شما. شما اگر بیایید پیشرفتی نیست. شما عامل پیشرفت نمیتونید بشید. شما عامل عقب ماندگی ملت ایران. ملت ایران پیشرفت میکنه به شرط شما ها نزدیک نیایید. موسیقی